چند ثانیه شد؟ 5 ثانیه. شیت. سلام رفقا به سینما سال، خوش اومدید. خیلی مخلصم. قبل از اینکه بحثمون رو شروع بکنیم، اگر از تو یوتیوب دارید منو نگاه میکنید لطفاً سابسکرایب کنید، اگر هم از تو اینستاگرام دارید منو نگاه میکنید با لایک و کامنتاتون حمایت کنید. موضوع امروز در رابطه با 5 تا بازیگره که واسه بازی توی فیلم رفتن یه سری مهارت‌های سخت رو یاد گرفتن که منم اومدم امتحان بکنم، که حالا بریم ادامه بحث ببینیم چی میشه. چون این روزا بحث سر تنت نولان داغه، میخوام با این فیلم شروع بکنم. دیوید واشنگتن بازیگر نقش اصلی این فیلم مجبور شد برای بازی یه سری کارهای عجیب غریب یاد بگیره، مثل حرکت کردن برعکس. اون توی یکی از مصاحبه‌هاش اعلام کرد مجبور بودم پلک زدن، راه رفتن، حرف زدن، مبارزه کردن، دویدن، دفاع کردن و حتی مش زدن رو توی جهت مخالف یاد بگیرم. این به معنای مبارزه و سرکوب کردن غرایزم بود تا سبک نرمال زندگیمو از یاد ببرم. توی فیلم The Grinch که یه کمدی بامزه در مورد کریسمس بود، جیم کری یه گریم خیلی سنگینی داشت. اگر خب مثل من یه بازیگر حرفه‌ای باشید، خوب میدونید که گریم سنگین یعنی چی. من خودم یه کار تئاتر داشتم که خیلی سنگین بود گریمش و یه چیز حدود نیم ساعت طول کشید، ولی واسه جیم کری حداقل 8 ساعت. چیز زیادی نیست به نظر من 8 ساعت بشینی واسه گریم هر بار. چرا زیاد؟ جیم کری توی مصاحبه فاش کرد که گریم کامل اون برای شخصیت گرینچ بیشتر از 8 ساعت و نیم طول میکشیده و اون مجبور بوده بارها این تجربه شکنجه‌وار رو تحمل کنه. به خاطر همین تهیه کننده فیلم تصمیم میگیره یه کارشناس سر صحنه فیلم برداری بیاره تا روش مقاومت در برابر شکنجه رو به جیم یاد بده، و خب این باعث شد که جیم کری با این قضیه کنار بیاد. اما میرسیم به استاد دی‌لوئیس که یکی از بهترینای متد اکتینگه و هممون میدونیم که واسه بازی توی هر فیلم چقدر زحمت کشیده یا میکشه. اما برای فیلم The Last of the Mohicans فقط یه دونه مهارت رو یاد نگرفت استاد، بلکه چند تا مهارت رو کنار همدیگه یاد گرفت. توی این فیلم دی‌لوئیس نقش یه جوان انگلیسی رو بازی میکنه که بین سرخپوستای آمریکایی بزرگ شده. اون توی مدت یک ماهی که توی جنگل بود، ساخت قایق‌های کانو، ردیابی و پوست کندن حیوانا، شلیک کردن و پر کردن تفنگ‌های اولیه رو یاد گرفت. دی‌لوئیس جوری توی نقشش فرو رفته بوده که هر جا می‌رفته تفنگش رو با خودش می‌برده. ویور توی سال 1988 توی فیلمی به اسم The Gorillas in the Mist، ببخشید Gorillas in the Mist، بازی کرد که توی اون نقش کارشناس گوریلای کوهستانی رو داشت و خب خیلی پروژه سختی بود، و چون ویور میخواست که از پس نقش خیلی خوب بر بیاد، به ادعای روزنامه نیویورک تایمز یه همچین کارایی رو کرد. ویور حرکات و ژستای مختلف بدنی و زبان جیغمانند گوریلا رو یاد گرفت تا بتونه رابطه دوستانه و نزدیک کارشناس رو با دوستای گوریلایش به تصویر بکشه. تلاشش هم بی نتیجه نبود و گوریلا باهاش احساس راحتی میکردن. اون کاری که داشتم اول ویدیو انجام میدادم و به نحو احسن هم انجام دادم، به نظرم داشتم ادای تام کروز رو در می آوردم. دیگه تام کروز رو هممون میدونیم که چه بدلکاری های عجیب غریبی توی سری ماموریت های غیر ممکن انجام داده، و منم میخواستم اداش رو دریارم که این شد دیگه. حالا بریم ببینیم تام کروز چه کارا کرده. تام کروز برای قسمت راگ نیشن مجبور بود یه سکانس طولانی زیر آب باشه. اون با قهرمان و رکورددار شیرجه آزاد تمرین کرد تا شیوه نفس کشیدن زیر آب رو یاد بگیره. اون چند بار میخواست خفه بشه، اما بعد از 2 ماه تلاش به نتیجه خوبی رسید و تونست 6 دقیقه نفسش رو حبس کنه. خیلی خوب رفقا، این ویدیومون هم به پایان رسید. اگر به این دست موضوعات علاقه‌مند هستید با لایک و کامنتاتون حمایت کنید تا ما انرژی بگیریم و ویدیوهای بیشتری تو این زمینه تولید بکنیم. دم همتون گرم. راه ارتباطی هم داره نمایش داده میشه. اگر نظر انتقاد پیشنهاد هر چیزی داشتید از این طریق واسه ما بفرستید، و اگر هم سوی یوتیوب دارید منو تماشا میکنید لطفاً سابسکرایب فراموش نشه. خیلی مخلصم. دم همتون گرم.